ما خواهان آزادی بی قید و شرط شاهرخ زمانی، محمد جراحی، سید و تمامی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی هستیم. نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران خارج از کشور. در ایران روزی نیست که چرخه سرمایه از گرده کارگران برای چرخش خونچکان سرمایه‌داریش گروگان نگیرد. بازداشت، دستگیری، احضار، زندان، شکنجه، وسیقه و بلا تکلیفی فعالان کارگری همه و همه حاصل گروگانگیری رژیم سرمایه‌داری ایران از تمامیت فعالان کارگری ایران است. کارگران شناخته شده‌ای همچون بهنام ابراهیم‌زاده، ابراهیم مددی، رضا شهابی و غیره همچنان در زندان هستند. منصور اوسانلو را در مقطع سازماندهی اعتراض وسیع جانبداران کارگران ایران در ژنو، نوع جوان در برابر اجلاس سالیانه ILO با قرار وسیقه به شکل موقت آزاد می نمایند. علی نجاتی از اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه را در شعبه 13 دادگاه تجدید نظر شهر اهواز محاکمه می کنند. همچنین خالد حسینی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در شعبه 2 دادگاه انقلاب شهر سنندج به 1 سال زندان تعلیقی که در 5 سال معلق شده است محکوم می شود. جدا از این پرونده فعالین گلگشت سال 88 دیگر بار ورق خورد و شعبه 1 بیدادگاه انقلاب سنندج پس از مدت 8 روز از زمان دادگاهی شدن آنان برای دستگیر شدگان گلگشت سال 88 حکم صادر کرد. بر اساس محاکمه قلابی بیدادگاه سنندج 10 نفر از دستگیر شدگان تبرئه و صدیق سبحانی و وفا قادری به 1 سال حکم زندان محکوم شدند که حکم صادره به جزای نقدی 1,000,000 تومانی تبدیل شد. به این مجموعه باید مرگ خونبار 4 تن از کارگران پالایشگاه تهران و 5 تن در پالایشگاه نفت آبادان بدون کمترین تأمین ایمنی حین کار در حضور احمدی نژاد در پالایشگاه صنعت نفت آبادان را اضافه نمود که همه و همه محصول وجودی نظام خونریز جمهوری سرمایه‌داری اسلامی ایران است. دستگیری و زندانی شدن شاهرخ زمانی، محمد جراحی و سید و سایر کارگران را باید در این مجموعه تجاوز به حقوق کارگران و زحمتکشان ایران دید. شاهرخ زمانی کارگر نقاش ساختمانی است. شاهرخ عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان است و همچنین عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری است. مأموران وزارت اطلاعات شاهرخ زمانی را که با اتوبوس از تهران به تبریز می رفت در میانه راه دستگیر کرده و به زندان تبریز منتقل کردند و همچنان بلا تکلیف در بازداشت به سر می برد. محمد جراحی کارگر اخراجی اصلیه و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شده و هم‌اکنون در زندان تبریز بازداشت است. در همین حال خبر رسیده است که سید از کارگران شرکت قطارهای سبا خطوط تبریز مشهد که کارگران این شرکت در 2 سال گذشته 2 اعتصاب موفق داشتند را به اتهام تحریک کارگران دستگیر کردند. بر پایه آخرین خبرها شاهرخ در ساختمان وزارت اطلاعات زندان تبریز تحت بازجویی‌های مداوم و شدید همراه با اذیت و آزار و شکنجه قرار دارد. پرونده او به شعبه 4 دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی هاشمی ارجاع شده است. خانواده‌اش از طرف مسئولین دادگاه و بازجوها تهدید می‌شوند و به آنها گفته می‌شود که از دست ما کاری ساخته نیست، چون شاهرخ در بازجویی ها با مأموران همکاری نمی کند و حتی برای ما گردن کلفتی می کند. محمد جراحی تا کنون خانوادهش علی رغم مراجعات مکرر موفق به دیدار و کسب خبری از وی نشدند. سید هم همزمان با محمد جراحی سر کارش دستگیر می شود. ما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران، خارج کشور، یعنی از سراسر اروپا، استرالیا، ترکیه، کانادا و آمریکا، همچون دفعات گذشته این گونه دستگیری ها و احضار شدن ها، صدور احکام زندان و پذیرش وثیقه های میلیونی از خانواده های کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را قویاً محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط شاهرخ زمانی، محمد جراحی و سید و همه کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی می باشیم.
نهادهای همبستگی ضمن پشتیبانی کامل خود از کمیته حمایت از شاهرخ زمانی و کمیته دفاع از محمد جراحی و نیز تمامی کمپین ها و تشکلاتی که برای آزادی کارگران زندانی می کوشند، فعالانه برای آزادی تمامی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی مانند همیشه کوشیده و همکنون در کشورهای مختلف سازماندهی و برگزاری آکسیون ها، پیکت ها، تجمعات اعتراضی، برگزاری میزهای اطلاعاتی، تماس با نهادها و سازمانها و اتحادیه‌های کارگری و غیره را در دستور کار خود گذاشته است. همگان را فرا می‌خوانیم که فعالانه در این اعتراضات شرکت نموده و همراه ما صدای اعتراضات کارگران و مردم در ایران علیه جمهوری اسلامی را رساتر به گوش جهانیان برسانیم. در هر کجا که هستیم و به هر شکلی که می توانیم برای آزادی بی قید و شرط و رهایی شاهرخ زمانی، محمد جراحی، سید و تمامی کارگران زندانی و نیز تمامی زندانیان سیاسی اقدام نماییم. در هر کجا که هستیم به کمپین های آزادی کارگران زندانی و به حمایت از مبارزات کارگران در ایران بپیوندیم. برای ایجاد نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران در شهرها و کشورهای مختلف به ما یاری رسانید. کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردند. نابود باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران. نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران خارج از کشور. بیار میشه شنید هم دیدن دلخواد رو، تو زنده میمونی رفیق طاقت بیار این راه رو، چوپانو پشت سر بذار اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه فضا پر از آزادیه، طاقت بیار رفیق دنیا تو مشت ماست، فقط بیار رفی خوشی پشت ما، فقط بیار رفی ما هر دو بیشتی، فقط بیار رفی داریم میرسیم. نشست چهارم نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران خارج از کشور به کارگران قهرمان ایران، رفقای کارگر، دوستان همرزم، تلاش و مبارزات شبانه روزی شما در محیطهای کار و زندگی و همیاری طبقاتی برای رسیدن به خواستهای انسانیتان نیرودهنده و امید بخش ادامه فعالیت ما برای حمایت از مبارزات برحق شماست. ما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران خارج از کشور خود را حلقه کوچکی از زنجیر به هم پیوستتان می‌بینیم و شما را ستون فقرات مبارزه علیه سیستم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم. ما در راستای مبارزات خستگی ناپذیر شما خود را در کنارتان احساس می‌کنیم و وظیفه خود می‌دانیم که تمام نیرو و تلاشمان را در حمایت از شما به کار گیریم تا دنیای انسانی و بدور از فقر و استثمار و دنیای بهتر را تدارک ببینیم. با امید به مبارزات مشترکمان و با امید به موفقیت‌های هرچه بیشتر در راه سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران، شرکت کنندگان در نشست مجمع عمومی چهارم نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران خارج از کشور.